پیروزی ما حتمی است. ما پیروزیم چون ایرانی هستیم، آریایی هستیم. بچه های نازنین هموطنم، برادران، خواهرانم، دختران، پسرانم، کارهایی که شماها کردید ستودنی است، شگفت‌آور بود، دنیا رو به تعجب واداشته. هنوز عناصر دخیل بسته به حکومت، هنوز ذوب شدگان در ولایت، یا هنوز نوکران و چیره‌خوارانی که به اصلاح طلبان و اون پولهای مالتی میلیون دلاری رفسنجانی و طبسی و دیگران که داره در خارج خرج میشه دخیل بستند و نوکران اونها هستند، چه از سوی حکومت و چه از سوی آنهایی که اونها رو دارن پروتکت میکنن و شکم کارت خوردهشون رو پر میکنن. ما اپوزیسیون واقعی، ما دشمنان رژیم کثیف و خونخوار آخوندی و ما دشمنان کشورهایی که داره از این رژیم حمایت میکنه، باید خدمتتون عرض بکنم که تا آخر این بازی ایستادیم و تا این جنگ رو برنده نشیم دست بردار نیستیم. جمهوری جهل و جنون اسلامی، جمهوری جهل و جنون اسلامی بازی رو باخته. صدای انقلاب مردم رو نمیخواد بشنوه و میخواد سهم منفی خودش رو در این تغییر بزرگ تاریخی بیش از اون چیزی که بوده نشون بده و خون بیشتری رو بریزه. حکومت اسلامی دستش به خون ملت ایران و خشونت آلوده است. اگر نیروهای اپوزیسیون واقعی، به ویژه روشن فکران مؤمن نه ایمان مثلا به محمد و حسن و تقی داشتن، ایمان به ایران داشتن، اون روشن فکران رو میگم، اگر روشن فکران واقعی، اگر اپوزیسیون واقعی، اگر سیاستمداران ملی نه حربی پدر و مادری، امروز ملیه، هر کی دنبال اون قشوه باشه ملیه. نه، من اون ملیون رو نمیگم. ملیونه که قلبش برای مام وطن بزنه. اگر نیروهای اپوزیسیون واقعی، یعنی اونهایی که نابودی، سرنگونی، براندازی رژیم رو در کلیت و در تمامیتش میخوان، موسویش رو، خاتمیش رو، لاریجانیش و خامنه‌ایش و همه این کره خرها رو، همه اینهایی که تو این رژیم در ارگانهای مختلفش نشستن، نابودی همه اینها رو، اینها مثل ویروس ایت هستن، باید سوزونده بشن، باید نابود بشن تا دوباره به دیگری منتقل نشن، دوباره به نسل‌های آینده ما بر نگردند. اگر نیروهای اپوزیسیون واقعی، به ویژه روشن فکران ناسیونالیست ملی که ارق ملی دارن، نتونن مسیر تاریخ و قانونمندی های اجتماعی رو تشخیص بدن، درست تشخیص بدن، روانشناختی مردم ایران رو امروز نتونن تشخیصش بدن و ندونن این مردم واقعا چه میخوان و براشون نسخه بنویسند، مثل 30 سال گذشته و همیشه نقش پارازیت رو در این روند همچون 30 سال گذشته بر عهده داشته باشند. و اگر مردمی که در درون ایران به پا خواستند و جلوی این هیولا ایستادند، در شرایطی که حکومت گیج و دست باچه و متزلزله، نتوانیم ضربه نهایی را به قلب این رژیم بزنیم و چشم این هیولا رو، این افعی رو از کاسه در بیاریم، دچار یک اشتباه محاسبه تاریخی دهشتناک شده. اگر ما دچار اون اشتباه، ما اپوزیسیون واقعی و روشن فکران ناسیونالیست و ملی، سرکردگان، سیاستمداران، شخصیت‌هایی که مردم روشون حساب می‌کنند، اگر در این برهه از زمان نتوانند همگام
با مردم در درون ایران و حتی آگاهی دادن به اونها و پروتکت کردن اونها و پشتیبانی اونها مادی و معنوی و به هر طریقی در همین چند روز و چند هفته و کمتر از 3 ماه آینده، اگر این تداخل، این همبستگی ایجاد نشه، اشتباهی دهشتناک پیش میاد، مردم تضعیف میشن و حکومت به تجدید قوا خواهد پرداخت. دارم آنچه که ته دلمه براتون بیرون میریزم. اونگاه تا شکست، هرچند مقطعی، میتوان پس رفت، اما یک چیز مسلمه، این شرایط نباید تا ابد طول بکشه. امروز باید رژیم اسلامی رو که در ضعیفترین موقعیت خودش به سر میبره رو، قلبش رو باید شکافت و کارش رو تموم کرد. رژیم اشغالگر اسلامی امروز در شرایطی نیست که بتونه وارد معامله بشه. هرچه سرکوب و بگیر و ببند رو شدیدتر کنه، به همان اندازه ناتوانتر و سرنگونی و براندازیش ساده تر بشه. این رو بهتون قول میدم. اینی که از تهدیدها و عربده کشیها و رجزخانیها و بدار زدنها و این حرفها چیز تازه‌ای نیست. هرچه بیشتر بکنه سرنگونی و براندازیش نزدیکتر و ضعیفتر و ناتوانتر بشه. با دقت به حرفهای من گوش کنید. تحت هیچ شرایطی سازش با این رژیم مرگ برای ملت ایران. سازش با این رژیم یعنی مثلا دنبال موسوی رفتن، کروبی رفتن، دنبال این داشاخ ترشی های بی پدر و مادر وابسته به این رژیم، نمیدونم سازگارا و نوریزاده و گنجی و مخمل باف و این عمل اکره های زیر لنگ و پاچه اینا خونده بزرگ شده، اطلاعات امنیتی ها، بنیادگذاران سپاس این که بخوان این رژیم رو یه بزکی بکنن، این مرگ حتمیه. رژیم کثیف و خونخوار اسلامی در کلیت و در تمامیتش در شرایطی نیست که بتونه نه با خارجی ها و نه با ملت ایران وارد معامله بشه. هرچه سرکوب و بگیر و ببندش بیشتر بشه، شدیدتر بشه، به همون اندازه ناتوانتر میشه و از توافق و سازش هم باید، یعنی از گذاشتن قدرت رو زمین و رفتن هم دورتر میشه. من همواره در اینجا میگم طرفداران نظام پادشاهی باید دستای همدیگره بگیرن. بزرگترین قویترین نیروی اپوزیسیون در خارج از کشور. اما اگر روزی ما بتوانیم دشمنی ها و کینه ها رو کنار بگذاریم، چپ و راست و میانه و مذهبی و غیر مذهبی و سلطنت طلب و مشروط خواه و پادشاه پارلمانی و کمونیست و مارکسیست و مجاهد و اینها همگیر و همگانی دست هامون رو در هم بگذاریم و به یک چیز اعتقاد داشته باشیم و اون ایران آزاد بعد از سرنگونی این رژیم و یک انتخابات ملی مردمی و آزاد. انقدر دشمن و مزدور و جیرخوار دور برمون زیاده که توی 30 سال نذاشتن این کار رو بکنیم، اما الان زمانشه. دوران دوران همگراییه، همگرایی های فراگیره. هر اقدامی که در اون زنان و جوانان، چپ راست، جمهوری خواه، مشروط خواه، سلطنت طلب، پادشاهی داخل و خارج از کشور درش حضور نداشته باشند، راه اونطور که باید و شاید به سرعت به پایان نخواهد رفت، بلکه فقط جمعی خواهد بود. تنها در فکر احیای یک فکر یا فقط یک نفر یا خود بودن یا گروه خودمون رو داشته باشیم و این حرفا، کار دیرتر به ثمر میرسه و ممکنه این جنبش عرض بره. از فردا صبح اگر در تلویزیون های دیگه به خاندان پهلوی توهین نشه، در این تلویزیون به مصدق و نمیدونم از این بازی های بچگانی که هنوز تو 28 اینا
پروژه ها و طرحهای 31 ساله حکومت اسلامیه. نمیتوانند رهایش کنند چون دستشون با حکومت اسلامی در همه و در خون ملت ایران سهیمه، چه اونجا بودن چه نبودن.